کنه الک بالاخره چه کسانی هستن که مورد غضب خدا؟ بله بسیار خوب. مرسی. کسانی که نتونن از قوانین هستی اونطور که باید و شاید استفاده بکنن مغضوب واقع میشن. چطوری مغضوب واقع میشن؟ ببینید اگر فرض کنید بعضیا میگن بیماری رو خدا میده دیگه، درسته؟ یه غضبه. حالا این بیماری چجوری حادث میشه از نظر ما؟ نقض قوانین. نقض قوانین زمینی باعث بیماری میشه، درسته؟ لذا این غضب واقع میشه. چجوری مکانیزم واقع شدن غضب چیه؟ قوانین، یعنی خود قوانین هستن. نقضش بکنیم بر بلا سرمون میاد، نقضش نکنیم میتونیم از سیداش استفاده بکنیم، از به هر حال محبتش استفاده بکنیم. لذا بحث اینه که مورد غضب قرار گرفتن مورد غضب قرار گرفتن یا نگرفتن قانونمنده. دوباره طبق این قضیه که با هم صحبت کردیم قانونمنده. اگر انسان نتونه از قوانین هستی به نفع خودش استفاده بکنه اتوماتیک چی میشه؟ یه بلای به سرش میاد. اون بلا همون غضبه، همون غضب الهی. و اینطوری نیست که نظر خاصی باشه و از یکی خوششون بیاد، یکی بعدشون بیاد و نمیدونم یکی مورد غضب واقع بشه، یکی نمیدونم مورد چی قرار بگیره. و بحث دوتا مسئله از یه بحث سیاه شدن هم هست. خب یه بحث سیاه شدن داریم. بعضیا خودمونم در اصطلاحاتمون به کار میبریم، میگه ما رو سیاه نکن. بعضیا سیاه میشن یعنی سر کار گذارده میشن، منتها نه اینه که کسی اونا رو گذاشته باشه، دوباره به یه شکلی با روزگار عمل میکنند و با عمل کردهای خودشون عامل سیاهی خودشون و عامل سیاه شدن خودشون رو فراهم میکنند. فرض کنیم که از اینجا توی یه جاده بی نهایت اسکناس و پشت سر هم چیدن، یعنی چی فکر کنید در یک مسیر بی نهایت اسکناس چیدن رو زمین. خب ما فقط کافیه که دلا بشیم یه اسکناس برداریم، درسته یا نه؟ خب شروع میکنیم چی؟ شروع میکنیم اسکناس جمع کردن. خب این اسکناس جمع کردنه از اون بعد یه چیز قرار میگیریم، سر یه دورایی قرار میگیریم. اسکناس جمع نکنیم خب ثروت از دست دادیم، اسکناس جمع میکنیم چیز دیگری رو از دست دادیم، فرصتهای دیگری رو از دست دادیم. خب زمانه بعضی ها رو سیاه میکنه. چجوری سیاه میکنه؟ یه جاده رو در چیزشون میذاره قرار میده، اونای بعدونن دولابشن بردارن و الا تا بی‌نهایت. و بعد خودشون هم خیلی خوشحالن. خب و شما میبینید که خیلی ها از صبح تا شام درگیرن، یعنی یه مغازه رو بزنن بالا بکشن پایین، اون تو بشینن چیکار بکنن. معلوم نیست که فرصت هایی رو که لازم هست، چون ما وقت ما یه سومش که میخوابیم، یک سومش هم کار، یه سومش هم باید برای کمال باشه، یعنی باید صرف این بشه که از کجا اومدیم چرا اومدیم، این صرف این مسئله بشه. خب حالا اگر که این قضیه رعایت نشه طرف در واقع سیاه شده، اگه این تعادل برقرار نشه یه سومشو که خوابیدیم، یه سومشو مجبوریم برای شکممون کار بکنیم، یه سومش هم میمونه که دیگه برای سایر موارد. خب وقت کمی. حالا اگر این سایر موارد هم دوباره بخوره دست بحث عام زندگیمون، یعنی در واقع سیاه شدیم. پس یه بحث سیاه شدنه، یه بحث غضبه. غضب نقض قانونه. نقض قانون که بکنی هستی بهت حمله میکنه. و این دوتا یعنی بازم قانونمنده.